اظهارات نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به دنبال شکست مذاکرات استانبول با رژیم آخوندها. تأکید بر قاطعیت جامعه جهانی. اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی. نیویورک تایمز: افزایش فشار کنگره بر دولت اوباما برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه رژیم ایران پس از شکست مذاکرات استانبول. واشنگتن پست: سیاست تعامل اوباما اشتباه بود، رژیم ایران را باید تغییر داد نه رفتار آن را. روزنامه تورنتو سان: تأکید بر اخراج هیئت رژیم ایران از کانادا به خاطر اعمال فشار برای سانسور. به دیپلمات‌های این رژیم راه خروج را نشان دهید. دیلی تلگراف: باید به توصیه تونی بلر گوش فراداد. رژیم ایران چالش صلح جهانی است و در مقابل با آن باید در صورت لزوم از نیروی نظامی استفاده کرد. افشاگری‌های جدید ویکی‌لیکس در دی ولت و آفتن‌پستن: سپاه پاسداران یکی از بزرگترین فروشندگان مواد مخدر در سطح جهان. اظهارات پاسدار کوثری نماینده مجلس ارتجا در مورد عملیات فروغ جاویدان و پیشروی ارتش آزادی تا دروازه کرمانشاه. در عملیات مرصاد عده‌ای حاضر نبودند جلوی مجاهدین بایستند یا حتی بعضاً منتظر ورود آنها به کشور بودند. سه اعدام جنایتکارانه دیگر در تهران و یک اعدام وحشیانه در کرج در ملأ عام توسط دیکتاتوری آخوندی. تظاهرات سازمان‌های مجتمع مدنی و انجمن‌های حقوق بشری کردستان عراق در برابر کنسولگری رژیم ایران در اربیل علیه اعدام فعالان کرد در ایران. فراخوان به جامعه جهانی برای توقف اعدام‌های جنایتکارانه در ایران. اظهارات آخوند علم الهدا عضو خبرگان ارتجا و مهره خامنه‌ای علیه رفسنجانی و بسیج نمایندگان مجلس ارتجا برای استیضاح وزیران احمدی نژاد، گام‌های جدید در تعمیق بحران حاکمیت آخوندی. ادامه بحران و خیزش‌ها در تونس. فراخوان به برکناری کامل دولت باقی مانده از حزب بن علی. و انفجار مرگبار در فرودگاه مسکو با ده‌ها کشته و بیش از 300 زخمی.